سلام، من پانیز رحیمی هستم، خبرنگار سایت موسیقی فارس. امروز در محل کار آقای حسین ضروری اومدیم تا مصاحبه ای رو باشون داشته باشیم. آقای ضروری، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار سایت موسیقی فارس قرار دادین. ما به بهانه اجرای موفق اخیرتون تصمیم گرفتیم تا مصاحبه ای رو با شما تدارک ببینیم. لطفاً راجع به کنسرت و جزئیاتش برای ما توضیح بدید. خب اولا که خیلی خوش اومدید و اینکه در رابطه با کنسرتی که ما برگزار کردیم در تالار وحدت در تاریخ 26 مرداد بود که به همراه یک ارکستر 120 نفره مشتمل بر گروه کر و نوازنده ها قطعات فولکلور، قطعات پاپ کلاسیک و چند تا از قطعات خودم رو اجرا کردیم. می‌کنم که شما تشکیل گروه رو از سال 91 شروع کردین و میخوام بتونم تشکیل این خانواده بزرگ چطور اتفاق افتاد. بسیار خوب، شما میفهمید خانواده بزرگ اون زمان خانواده خیلی کوچیکی بود. اون زمانی که من ارکستر رو تشکیل دادم با این هدف هم تشکیل دادم، خب چون من سالها با ارکسترهای دیگه همکاری میکردم به عنوان خواننده، ولی دوست داشتم که بتونم اون ایده خودم رو که از سالها پیش گرفته بود رو بتونم توی یک ارکستری پیاده کنم. خب این نمیشه با یک ارکستری که خود تشکیل ندادی این کارا رو بتونی انجام بدی. این رو من با 3 نفر تشکیل دادم این ارکستر رو. خانواده بسیار کوچیکی داشتیم، یه نوازنده ویولون بود، یه نوازنده پیانو بود و من بودم و بعد این شکل گرفت. نوازنده عود اضافه شد، تعدادی کر از هنرجوهای خودم باز اضافه شدم و حالا الان رسیده به تقریبا به 120 نفر. خیلی پله به پله شکل گرفت. ما کنسرت های خیلی زیادی توی تهران داشتیم و بازم از سالن های کوچیک شروع کردیم و رفتیم جلو. قاعدتا اون روزی که من ارکستر رو تشکیل دادم به این روز ارکستر فکر میکردم، یعنی من فکر نمیکردم قراره مثلا 3 نفر. از من نمیگم ارکستر 3 نفره بده یا خوبه، یا اشل کاری ما یا سبک کاری ما احتیاج به همچین فضایی داره، ولی براش برنامه ریزی کردیم تا بتونیم برسونیم به این نقطه‌ای که الان هست و خوشبختانه نقطه خوبی هم هست. خانواده که شما اسمش رو میذارید دقیقا یک خانواده منسجم و خوبه و همینطوری پیش میریم انشالله که باز هم ما تلاشمونه کردیم هر کنسرت اختلاف بسیار فاحشی داشته باشه با کنسرت قبل، یعنی هیچ ارتباطی بین این کنسرت و کنسرت قبل نمیتونید برقرار کنید که شاید 5 برابر از هر نظر، از نظر کیفی، از نظر کمی، از هر نظر قطعات، تنظیم ها سعی کردیم کار رو بالا ببریم، هم خودم رو بالا ببرم از نظر توانایی خودم و هم توانایی گروه رو بالا ببریم. در طول این سالها اعضای حرفه‌ای و خوبی وارد ارکستر شدند و هر کدوم الان جز ستون‌های ارکستر هستند. یکی از این اعضای مصبر ثمر ارکستر جناب آقای محمدرضا پیرجانی هستن که در حال حاضر مدیریت ارکستر آوای شفق رو به عهده دارن. آقای پیرجانی، شما به عنوان مدیر ارکستر آوای شفق که چنین اجرای بزرگی رو تونستین روی صحنه ببرین، نظرتون در مورد اینکه این اجراهای بزرگ کمتر دیده میشن چیه؟ متاسفانه فضای موسیقی کشور جو مافیایی و بسیار تجاری روش حاکم هست و مسلماً همچین ارکستری با این تعداد نمیتونه سوددهی لازمی برای تهیه کننده های موسیقی داشته باشه. شاید بهتر باشه من اینطوری عنوان کنم که اجراهایی که توسط ارکسترهای بزرگ با این تعداد از نوازنده و عوامل روی صحنه میره شاید زیاد برای تهیه کننده های حرفه‌ای موسیقی کشور ما جذابیت نداشته باشه، به دلیل اینکه هم دردسرهای خودش رو داره و زمان بره، هم منابع قابل توجهی به دلیل اینکه ما از سالها قبل تربیت نوازنده ها و عواملی که
قابلیت و توانایی همچین اجراهایی رو داشته باشند رو توی برنامه کاری موسیقی کشورمون شاید نداشتیم، پس زیرساخت‌های لازم رو نداریم و هزینه بالا بردن همچین ارکسترهایی برای تهیه کننده‌های حرفه‌ای بسیار سنگین و بالا میتونه باشه. زمانی که میتونن با یک بند کوچیک 4-5 نفری چندین برابر سود و بازدهی داشته باشن از یک کنسرت و اجرا، چرا باید بیان ارکسترهای با این عظمت و با این تعداد نوازنده رو روی صحنه ببرن اگه دغدغه‌شون کار هنری نباشه؟ که متاسفانه همینطور هست. ولی در مورد کار خودمون، من نمیخوام زیاد وارد این سیاست ها و این برنامه های تهیه کننده ها و جو مافیایی موسیقی کشور بشم. در مورد ارکستر خودمون باید خدمتتون عرض کنم چند تا ویژگی رو ما تو این کار داشتیم. اول اینکه این یک ارکستر فصلی و موردی نبوده که ما صرفاً نوازنده هایی رو استخدام بکنیم و اجرایی رو روی صحنه ببریم و تمام بشه. ارکستر ما سالهای سال توسط دوست عزیزم جناب آقای ضروری پایه‌گذاری شده و هر اجرا نسبت به اجرای قبل از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده، چه به لحاظ رپرتوار، تعداد نوازنده ها، کیفیت کار و موارد دیگه. یکی از تفاوت‌های اجرای ما این بود که دوست عزیزم آقای ضروری که خواننده سولیست کار بودن و همینطور سرپرست ارکستر بودن، وقوف کاملی روی علم موسیقی، هارمونی، آهنگسازی و ارکستراسیون داشتن. علاوه بر تکنیک بالای خوانندگی و رنگ صدایی ایشون، این مورد کمک خیلی خیلی بزرگی با ما کرد که بتونیم اجرایی شاید کمی متفاوت تر رو داشته باشیم. تنظیم بخشی از کار، بخش عمده‌ای شاید از کار، توسط آقای ضروری که خواننده کار بودن انجام گرفت و جالبه بدونین که شاید دغدغه خیلی از ارکسترهای بزرگی که شما تو سوالتون پرسیدین چرا ما کمتر شاهد همچین اجرایی هستیم، نبود منابع و پارتیتور و تنظیم‌های جدیده. کارها باید تنظیم بشه، بخش به بخش نوتا نوشته بشه و هر بخشی کار خودش رو انجام بده. خب اگه رپرتوار و تنظیم ها از قبل آماده باشه و نوازنده های حرفه ای اجرا بکنن، امکان داره که توی تایم کمتری ما بتونیم یک کار رو روی صحنه ببریم. ولی زمانی که توی کشور ما قطعات تنظیم شده برای ارکستر در دسترس نیست، شاید خیلی ها علم و اطلاعاتش رو ندارن و خیلی ها به جهت اینکه علم و اطلاعات رو دارن، ما کم نداریم آدم های تحصیل کرده و توانا توی کشور، ولی شاید سرخورده میشن زمانی که میبینن گروه های کوچیک پاپ میتونن با اندک تمرین و اندک هزینه و سرمایه اجراهایی رو برن و سود مالی بالایی رو کسب بکنن، با خودشون میگن چرا ما باید بشینیم نوت بنویسیم، تنظیم کنیم و نهایتاً سودی نداشته باشیم از نظر مالی. توی کشور ما شاید حمایت خیلی کمی از ارکسترهای بزرگ صورت میگیره، به این دلیل که مافیای موسیقی و کسایی که جریانساز هستن نگاه مثبت و سازندهی به قضیه موسیقی ارکسترال و موسیقی جدی ندارن. خوشحالی من جناب آقای ضروری و سایر تیم و بچه های دستندرکار ارکستر هوای شفق از این موضوع بود که ما تونستیم
علی‌رغم دید تهیه کننده هایی که مافیای موسیقی کشور رو در دست دارن و شاید فکر میکنن این موسیقی جدی کمتر مورد استقبال عوام شاید باشه، ما تونستیم این رو نشون بدیم که عوام و مردم البته علاقمندن به موسیقی سالم و اگه در دسترسشون باشه موسیقی خوب حتما استفاده خواهند کرد، همونطور که سالن رو ما تونستیم از چندین روز قبل از اجرا با اینکه روز خوبی نداشتیم، ما شنبه کمتر کسی به دیدن کنسرت موسیقی میره تو اون ساعت شب، ولی ما تونستیم سالن رو پر کنیم با کمترین تبلیغات، چون شاید حامی مالی ما نداشتیم و بیشتر کار ما به صورت یک ارکستر شاید بگم فیلارمونیک بود. خوشحالم که علاوه بر این که مردم و دوستان علاقمند از کار ما لذت بردن و سالن پر بود، هیجان خاصی در حین اجرا به کار ما میدادن مردم، استاد دوریس چیکنواریان هم سر تمرینات ما حضور داشتن و به گفته خودشون لذت بردن از اینکه دیدن همچنان دوستان و جوانانی هستن که از تفریح خودشون از استراحت جمعهشون گذشتن و اونجا جمع شدن و دارن تمرین میکنن. بارها گفتن که در واقع نطقی که اونجا داشتن گفتن که لذت بردن از تنظیم قطعات، تنظیمات جدید و اجرای بچه های ارکستر. در هوایت ای وطن. درود بر همه شما، خیلی خوشحالم، من خیلی لذت بردم، خیلی متشکرم. تعجب میکنم که این ساعت روزی جمعه همه تو جمع شدید به این گروه بزرگی. تعداد چند نفر هستی؟ صد نفر هستی؟ صد و سی نفر باشدن. براو زبان موسیقی یکیست، زبان عشق، زبان قلب. خیلی خوشحالم واقعا جوانا جمع شدن، به اتفاق همچه برنامه فوق‌العاده خوبی اجرا میکنن. خیلی افتخار دارم، بچه‌ها واقعا انرژی دارن. چنین اجراهای با ارکستر بزرگ چه مقدار تلاش و فعالیت لازمه؟ با توجه به اینکه چنین مجموعه های بزرگی حمایت مالی دولت رو دارن، آیا شما هم حامی مالی داشتین؟ ببینید، تقریبا ارکستر حدود یک سال برای این کنسرت تمرین کرد. حالا سیاست گذاری ارکسترهای دیگه متفاوته، بعضیا رپرتوار آماده استفاده میکنن، ممکنه حتی تو یک ماه هم تمرین صورت بگیره، انجام بشه و برن برای اجرا، ولی از اونجایی که ما از رپرتوار آماده استفاده نکردیم، خب قاعدتا احتیاج به تمرین بیشتری داشت. نوازنده ها تا به حال این تنظیم ها رو نزده بودن. حدود یک سالی طول کشید تمرین ها. و در رابطه با حامی مالی هم بله، بسیار کار سختیه ارکسترهای به این جمعیت رو بشه مدیریت کرد. ما حامی مالی نداشتیم و میشه گفتش که در اصل تهیه کننده خودم بودم. حالا این برداشت شاید بشه که خب حتما خیلی شما یه وضع مالی خوبی داری که تهیه کننده همچین ارکستری هستی، که به این صورت به هیچ وجه نبوده و من یک مدرس موسیقی هستم و خیلی با برنامه ریزی، خیلی وقتا با لطف دوستان خوبم که موزیسین های خوبی هستن، با این کار رو جلو بردیم و خب خدا هم همیشه در کنار ما بود و خدا رو شکر از نوازنده های بسیار خوبی استفاده شد. گروه کار خیلی خوبی داشتیم و یک جور یک خانواده ای در اسم شاید تشکیل دادیم که ارکستر آوای شفق باشه و تونستیم که اجرای حالا از دید مخاطب اجرای خوبی رو داشته باشیم. آقای زرعی، اخیراً مصاحبه دیدیم از آقای الهیاری فومنی مبنی بر این که طی سال گذشته در بیش از 19,000 ترانه مورد بررسی قرار گرفتن و به اونا مجوز داده شد و در این ترانه ها بین 200 تا 300 کلمه بودن که جابجا می شدن و نقش کلام خیلی کمرنگ شده بود.
و یه جورایی میشه گفتش که کلام به یه مرحله سخافتی رسیده بود. میخوام بدونم که نظر شما در مورد این حد از تمرکز روی کلام در ترانه و موسیقی چیه؟ ببینید، در رابطه با این مسئله خیلی ها صحبت کردم. متاسفانه همه چیز به سمت یک بار مصرف شدن داره پیش میره، یعنی در لحظه یک چیزی گفته بشه انگار یک انجام وظیفه ای اتفاق بیفته. خب همونطور که شما گفتید، منظورتون این بود که یک سری موسیقی های تکراری که روش کلام های باز هم سخیف گذاشته میشه. دقیقا همینطوره. شما وقتی نگاه بکنید میبینید خب اکثر موسیقی ها از نظر هارمونی، از نظر سیگلاکور، از هر نظر خط ملودی بخواید ببینید، اصلا یک استایل و ساختار ثابتی داره. چرا؟ به خاطر اینکه تصور میشه چون یک بار با این موسیقی این یک کاری بولد شده، قراره باز این کار بعدی هم بولد بشه و اصلا تو یک سیکل تکرار بدی افتاده. خب داستان از اینجاست که وقتی سرمایه داری وارد هنر بشه همین اتفاق هم میفته. قاعدتا دنبال سرمایه دارها دنبال یک حرکت زود بازده هستن برای رسیدن به اون سرمایه که گذاشتن. قاعدتا ما نمیتونیم از یک سرمایه گذار این توقع رو داشته باشیم که در رابطه با نگرانی داشته باشه، اصلا نسبت به آینده هنر نگران داشته باشه، نسبت به موسیقی. خب این ما هستیم و این در اصل اون سازمان هایی هستن که به نظر من باید رو این مسئله رسیدگی کنن. ببینید، من مخالف و موافق هیچ سبکی نیستم، یعنی نمیتونیم بگیم که یک سبکی باید باشه یا نباید باشه. خب سبکای مختلف موسیقی به نظر من خب باید باشه، خب طرفدار خاص خودش هم داره، اما در همه جای دنیا هم هست. اما وقتی بازار موسیقی قبضه یک سری کارهای سطحی بشه که میگم اونم باید باشه، ولی قبضه اینطوری باعث میشه که دیگه بدنه اصلی موسیقی کشور کلن از به قول معروف از ریشه نابود بشه و یک طوری بشه که اصلا هر کسی میخواد یه کاری بکنه، حتی فرد فاخری هم بوده تا این لحظه، یک کسی بوده که شاید نگرش داشته میگه که نه چرا من اینا دارم موفق میشم، منم برم از این کارا بکنم. در صورتی که این یک الگو درست نیست، این الگوییه که یک الگو زود بازده بوده. متاسفانه اتفاق داره میفته و راهش شاید این باشه که نظارتی بر سطح کیفی، سطح ارزش هنری کارهایی که داره ساخته میشه بشه. حالا ما این صحبت ها رو میکنیم منتظر اتفاق خاصی نباید باشیم، یعنی به خاطر اینکه بحث مالی در وسط و خب وقتی شما میای یک خواننده رو در فضای مجازی بولد میکنی، وقتی دیگه چند میلیون نفر میشناسنش چجوری میخوای جلوشو بگیری که کنسرت نده؟ نمیشه دیگه، یه سری اینو میشناسن. در خصوص عمر چنین موسیقی هایی که به قول شما تاریخ مصرف دارن، نظرتون در موردشون چیه و اینکه چقدر تو ذهن مردم ماندگار هستن؟ ببینید، خودتون میفهمید تاریخ مصرف مشخصه دیگه، یه زمان کمی داره، یعنی چیزی که همین الان هم شاید مردم شاهدش هستن، خواننده هایی که بولد شدن و الان دیگه نیستن. ولی اگر نگاه بکنیم به خواننده هایی که بودن و هنوزم هستن بعد 20 سال، متوجه میشیم که خب چه چیزی باعث این ماندگاری میشده و اون هم ریشه یک خواننده است. ما وقتی شاهد این هستیم که سرمایه گذاری میاد و بدون اینکه اصلا یک خواننده ریشه، اصلا خواننده باشه، بدون اینکه اون فرد خواننده باشه، فقط یه صدایی شاید خوبی داشته باشه، شاید هم نداشته باشه در اکثر موارد، میاد سرمایه گذاری میکنه به خاطر اینکه میدونه این فرد مثل خمیر خیلی خامیه که میتونه هر کاری باش بکنه، میتونه بگه من تو رو به این شرایط رسوندم. و خیلی ساده بگم، شاید بینندگان و مردم ندونن این داستان رو، همه چیز رو تبلیغاته. شما هر چیزی که خیلی ببینی فکر میکنی یه چیز خوبیه که هی داری میبینیش و خیلی
فرمول ساده ای هم داره. این فضل رو با هزینه های میلیونی یا میلیاردی توی فضای مجازی معرفی میکنن، برند میکنن و به چند ماه نرسیده کنسرت میذارن و خب از درآمد سرمایه‌ای که گذاشتن و مخارجی که داشتن رو چندین برابر برمیدارن. حالا اینجا یک سری هم افراد هستن که میگن خب موسیقی طرفدار داره، اونا نمیدونن چه اتفاقی داره برای موسیقی کشور داره میفته و خب همونطور که شما فرمودید تاریخ مصرف داره. یکی از خواننده های پاپ اخیراً مصاحبه ای داشتن و توی مصاحبه گفتن که چرا به ما اعتراض میکنید در حالی که میتونید موسیقی تولید کنید که مورد پسند مردم باشه. نظر شما در مورد این صحبت چیه؟ من متاسفانه اطلاع ندارم که کی این صحبت رو کرده، اما مسئله اینجاست که وقتی ما متریالی که مقابل مردم میذاریم همین متریال باشه، فقط در یک اشل خاص مارکتینگ باشه، اصلا جایی برای دیده شدن بقیه آثار نمیمونه. بقیه آثار اگه قراره مثلا میگم با 5 میلیون دیده بشن برای تزینه تبلیغ و انتشار یک ترک، وقتی شما میبینی این فضا که مارکت رو دستش گرفته با 100 میلیون داره کار رو پخش میکنه، خب 100 میلیون دیده میشه یا 5 میلیون دیده میشه؟ خب اصلا مارکت دست این فضاست. و یه مسئله که دقیقا باعث دامن زدن به این اتفاق شده اینه که خب موسیقی یک تفریح برای خیلی از مردم عادی تفریحه، یعنی شاید برای ما شغله، شاید برای اونایی که موزیسین شغل باشه، ولی اونا به جنبه فان نگاه میکنن. خب بعد این جنبه فان نگاه کردنه خب خیلی هم طبیعیه، ولی باعث میشه که خب از این فان بودن سوء استفاده بشه. ببینید وقتی که ما یه مثالی من میزنم، وقتی ما به یک شهری تو یک مردم یک شهری یک مدل غذای از نظر کالری ضعیف، از همه نظر ضعیف بدیم و بگیم این تنها غذایی که الان هست و خیلی هم تبلیغش بکنیم و مردم ندونن اصلا دیگه غذای دیگه‌ای وجود، اصلا یادشون بره داشتن تا حالا چه غذایی می‌خوردن، نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم مردم دنبال غذایی برن که اصلا نمی‌دونن کجا هست، اصلا کی داره می‌فروشه، کجا هست، چجوری پیداش بکنن. اونی می‌بینن که دارن جلوشون گذاشته میشه هر روز، پس نمیشه همچین انتظاری رو از مردم داشت. و کسایی که این صحبت رو دارن میکنن خب طبیعی این حرف رو بزنن، ما هم نمیتونیم خورده بگیریم، دقیقا فضای اوناست. و میگم این مسئله نمیشه گفت واقعا راه علاجی داره مگه اینکه مسئولین حمایت بکنن، مسئولین از طرفی حمایت بکنن، از طرفی یک ذره رو ارزش گذاری های هنری و حتی شخصیتی. الان به جایی رسیده که خواننده هایی که ما رو استیج ها میبینیم اصلا شبیه خواننده دیگه نیستن، یعنی یه حالت خاصی هن دیگه، نمیدونم چی بگم. ولی خب پس نوجوان های ما بیشترین از نظر آسیب شناسی و از نظر روان شناسی اصلا بزرگترین فن ها، بزرگترین طرفدار ها بخش نوجوان هن. و اینا از کی الگو برداری میکنن؟ خیلی مهمه، یعنی اون هنرمندی که میاد اونجا وای میسته و میشه الگو، رفتارش چه رفتاری از خودش داره نشون میده، چه اصلا ادبیاتش به چه صورته، اصلا کاری با خوندنش نداریم. همه اینا باعث میشه که اگه بهش بیتوجهی بشه یک دفعه میبینیم که اصلا نه تنها موسیقی کشور تحت تاثیر قرار میگیره، بلکه اصلا اخلاقیات، فرهنگ، کیا قراره بعدن جوون بشن، کیا قراره بعدن خودشون بخوان فرزندان خودشون تربیت کنن، همین نوجوانایی که الان هستن. یه ذره به وضعیت موسیقی کشورم الان نگاه توجه بکنیم، میبینیم که دیگه اثری از کارهای ماندگار نیست، خلاقیتی در شکل نمیگیره. و مطمئنن اگه قرار باشه بعدها هم که مردم آهنگایی گوش بدن همون آهنگای 20 سال پیش رو باز گوش بدن، خیلی بد. ما در فضای حال حاضری که تو موسیقی به وجود اومده شاهد هستیم که بچه هایی دارن وارد فعالیت حرفه‌ای موسیقی میشن
مثل پارسا خائف، مثل امیرعباس رجبیان همون معروف به کچلیک که ایشون هم اتفاقا از هنرجوهای شما بودن. میخوام بدونم که اینا از اونجایی که کودک کار در موسیقی محسوب میشن، نظر شما راجع به اینکه ورود پیدا کنن به فعالیت حرفه‌ای چیه و اینکه یه بچه‌ای با سن و سال کم الان به درآمد ماهیانه 50 میلیونی برسه به نظر شما غیر متعارف نیست؟ ببینید در رابطه با یعنی این ادامه همون صحبتی که فرمودید در رابطه با امیرعباس یا بچه‌های به این صورت، خب اون بخش مثبتی که من میخوام بگم، اولا در مورد آموزش موسیقی الان در ادامه شما از خواهم گرد، اما امیرعباس رجبیان و امثال اینها اگر در یک آموزشی قرار بگیرن خب و فقط از صرف این که مثلا فلانی الان مثلا میخندونه یا فلانی همین الان صدای قابل قبولی داره خب یا اون بلد مثلا ژیمناستیک کار بکنه، خب اگر اینها حمایت بشن در مسیر درست قرار بگیرن به نظر من خیلی خوبه. خب من تلاش خودم این بوده، یعنی وقتی که مثلا امیرعباس یا بچهای به این صورت به من رجوع میکنن، من تلاش میکنم میگم من یک وظیفه‌ای دارم، خب منم که این وظیفه رو دارم کاری بکنم این بچه در چند سال آینده ضربه نخوره. آموزش در هیچ بعدیش بد نیست، آموزش کودک خب بچه از عرف شروع میکنم میرن جلو، ولی در رابطه با خوانندگی، صرف خوانندگی، خب خیلی ها ایرادایی که روی بچه هایی که دارن میخونن گرفته میشه رو جنس صداشونه، بچه ها رو نمیشه جنس صداشون الان کاری کرد، لاغل پسرها باید تا یک سنی به سن بلوغ برسن و بعد تازه جنس صدا شکل میگه و اونو میشه اصلاح کرد یا بهتر کرد. الان رو کوک بچه ها میشه کار کرد، رو درکشون نسبت به موسیقی، روی گوش موسیقی هایشون میشه کار کرد و به هیچ وجه بد نیست کار موسیقی کردن و آموزش موسیقی به کودک. با توجه به این که شما 12 ساله که در حوزه آموزش موسیقی فعالیت میکنید و صاحب نظر محسوب میشید، به نظر شما کیفیت آموزش موسیقی در چه سطحیه و به چه سمتی داره پیش میره؟ خب البته سالها باید بگذره که من به درجه برسم که شما بفهمید من صاحب نظرم، اما اگر بر اساس همین تجربیات کمی که داشتم در این 12 سال بخوام در نظر بگیریم، خب آموزش موسیقیایی باید به روز باشه و باید متدهای مختلف توسط مدرس مطالعه بشه. خب خیلی از اساتید خب قاعدتا هستن شاید مثلا خودشون دوره هاشون رو 15 سال پیش تموم کردن و از 15 سال پیش که تموم کردن دارن همونی که یاد گرفتن رو دارن تدریس میکنن. خب این باید تمام مدرسین با علم روز دنیا پیش برن. آثاری که ما تا به حال از شما شنیدیم تلفیقی بوده از سبک سنتی و کلاسیک و در بعضی موارد حتی پاپ. ما تا جایی که میدونیم شما کارتون رو با کلاسیک شروع کردین، الان آثاری که در دست تولید دارین داره به کدوم سمت میره و به کدوم سبک موسیقی نزدیک تره؟ درست، البته یک جوری میشه گفت من کارم رو از سنتی شروع کردم و خب در نوجوانی وارد فضای کلاسیک شدم. تلفیقی که الان انجام دادم تلفیقی نیستش که خیلی رایج باشه، تلفیق خب احتیاج داره که یه خواننده هم توانایی بتونه داشته باشه در فضای کلاسیک، هم بتونه اشاره هایی در سنتی کرده باشه، یک جور فضای فولکلوریک خاصی رو ایجاد بکنه که توش رنگ کلاسیک داره و باز همزمان رنگ اون محلی بودن و سنتی بودن خاص خودش هم داره. به همین صورت بوده که شما فرمودید، فقط ما سعی داریم میکنیم که فضا رو یه ذره، یعنی تمام همیشه تلاشمون این بوده که فضا رو مردمی تر بکنیم، نه مردمی که رایجه، فضایی که یه کار هنری رو، یه کاری که ارزشمنده، صرفا ما وقتی داریم در مورد کار ارزشمند صحبت میکنیم در مورد یه کار فاخر و یه کار حرکت کلاسیک و در مورد بتوون و موزارت صحبت نمیکنیم. در وضعیت انقدر خاص شده که ما در مورد موسیقی های 5 سال پیش هم میتونیم بگیم فوق ارزشمند، نه ارزشمند، داریم در مورد همون موسیقی صحبت میکنیم. تلاش میکنم که ورودی داشته باشم به عرصه پاپ کلاسیک یا حتی پاپ
و البته ورودی داشته باشم که من خب ساخته هایی داشتم از شاید 10-15 سال پیش، کارهای راک و پاپ ساختم. یک آهنگساز باید بتونه به هر سبکی احاطه داشته باشه و این هم یکی از علاقه های من هست. فضاهای پاپ خب قاعدتا خیلی ها فکر میکنن اونه که کلاسیک کار میکنن یا سنتی کار میکنن پاپ بعدش میاد، ولی پاپ مگه اصلا سبکی که آدم بگه بعدش میاد؟ خب پاپ گستره داره، لول داره. چه لولی از پاپ ما داریم تلاش میکنیم که موسیقی پاپ خوب هم تولید بکنیم در کنار کارهایی که کردیم و با اخیراً با سرمایه گذاری که قرار داد بستم و خوشبختانه همسو هستم با من، صرفاً به دید مالی به قضیه نگاه نمی کنن، دنبال این هستن که کارهای هنری، کارهای ارزش از نظر ارزش هنری داشته باشه، کارهایی که تولید میشه چه از نظر ترانه، چه از آهنگسازی، چه از نظر تنظیم و سبک. انشالله تلاشمون این هستش که تا یک سال آینده تولیداتمون رو منتشر بکنیم در این هیته شاید جدیدی که من بعد از سالها کار کلاسیک و فولکلور دارم تجربه میکنم. شما تو جشنواره‌های مختلف مربوط به جشنواره موسیقی فجر و جشنواره آهنگسازی مربوط به تئاتر حضور داشتین و جوایزی هم به دست آوردین. چرا دیگه فعالیت نمی کنید و برنامه‌تون برای آینده چیه؟ خب من سالهاست که در زمینه تئاتر فعال هستم و البته الان فعالیتم خیلی کمتر شده و فعال بودم حالا در زمینه بازیگری تئاتر، کارگردانی و خب آهنگسازی. شاید اون چیزی که ببینید، نمیگم به اون چیزی که میخواستم رسیدم، ولی فکر میکنم اون چیزی که کافی بوده رو در این زمینه به دست آوردم و دنبال ادامه همچین حرکتی دیگه نیستم. خب شاید حدود 10 تا جایزه آهنگسازی تئاتر و خب آخرش هم جشنواره فجر بود دیگه. اون احساس میکنم رسالتم رو برای خودم در این زمینه انجام دادم. در بخش موسیقی لوح تقدیر با مبلغ 3 میلیون ریال به آقای حسین زرودی. در این بخش جایزه این بخش تعلق می‌گیرد به جناب آقای حسین ضروری از نمایش هزار نامه. حسین ضروری به روش استفاده کرد. حسین ضروری، آقای حسین ضروری برای موسیقی جانبه صحبت کنم، بلکه تئاتر و بقیه هنرها کمی باید بیشتر بهشون بها داد، حالا نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از نظر تو این سالها. تا حالا اتفاق خاصی افتاده که به یه خاطره موندگار تو ذهنتون تبدیل شده باشه؟ خاطره که خیلی زیاده. یادمه که کنسرتی بود، خب من تو کنسرت ها به خاطر اینکه تقریبا 0-100 همه چیز خودم دارم انجام میدم، حالا از تنظیم، از هماهنگی فیلم بردار، از هماهنگی های مختلف، از هر چیزی که شما فکرشو بکنی توی کنسرت، شاید کار 10 نفره، یه ذره ذهنم تو روز کنسرت درگیر میشه. یکی از بچه ها اومده بود از من میپرسید که آی ضروری من نگرانم مثلا اون مشکل پیش نیاد تو ساز زدن من اینطوری نشه. من همینجوری که داشت حرف میزد فقط همینجوری نگاش میکردم، چون ذهنم درگیر اتفاقات بود، فقط داشتم تو ذهنم پازل ها رو میچیدم، اون انجام شده. این سوالشو پرسیده بود، منم سوالشو شنیده بودم، ولی اصلا درگیر فکرها بودم. من فکر میکنم حدود 30 ثانیه همینجوری فقط نگاش کردم. خیلی هم قیافم هم یه ذره عصبی بود و نگران بودم، درگیر بودم. یه دفعه دیدم بعد 30 ثانیه چهره این که از من سوال پرسیده بود یه جوری متحول شد، گفت اون چیزی که من باید بگیرم رو شما به من دادید، این نگاهتون تمام اون چیز بود. یه دفعه اینو که گفت من تازه فهمیدم
چه اتفاقی افتاده؟ من تو فکر خودم بودم، این فکر من دارم باشه پروسه روانشناسی رو پیاده میکنم و نگاه خاصی میکنم و گذاشتم تو همین فکرم باشه، گفتم یه چه نگاهی کردم. آره همیشه میگه، آره الان از الان به بعد میدونه اون نگاه علکی بود، ولی همیشه میگه اون نگاهی که به من کردید همیشه رو مسیر من رو دگرگون کرد. آقای ظریفی خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیار سایت موسیقی فارس قرار دادیم. به عنوان سخن آخر اگه صحبت داریم بفهم. من هم تشکر میکنم از گروه خوبم ارکستر آوای شفق که سالیان سال در کنار هم بودیم، خیلی دوستشون دارم، و تشکر ویژه باز میکنم از شما و گروه خوبتون که با این سیاست جلو میرید که فضای هنری رو ارزش گذاری دارید میکنید، سعی میکنید بعضی چیزها رو شفاف سازی بکنید، و مطمئنم وقتی گروه های مثل شما باشن موسیقی کشور هم انشالله به سمت خوبی خواهد رفت. آرزو میکنم که شاهد اتفاقات خوبی در موسیقی کشور باشید.